آخرین گزارش‌ها مربوط به تحولات سوریه رو از تو بشنویم. آریان، امروز محمد البشیر رسماً به عنوان رئیس دولت موقت کارش رو آغاز کرد و دولت رو از نخست وزیر سابق سوریه تحویل گرفت. به گفته محمد البشیر اون مأموریت پیدا کرده تا امور دولت رو تا ماه مارس سال 2025 میلادی، یعنی چند ماه دیگه، اداره کنه. طبق گزارش رسانه‌های سوریه اونها با نخست وزیر و وزرای سابق هم دیدارهایی رو داشتند. احمد البشیر میگه که از داده‌های دولت قبلی برای راه اندازی دوباره امور تا زمان نوشتن قانون اساسی استفاده می‌کنند. همزمان بسیاری از نهادهای دولتی سوریه فعالیت‌های خودشون رو طبق روال سابق فعلا ادامه میدند. احمد الجولانی که حالا به نام احمد الشرع هم شناخته میشه میگه به نیروهاش دستور داده تا از شهرها خارج بشن و امنیت شهرها رو قرار نیروهای پلیس بر عهده بگیرند. اداره عملیات نظامی که ائتلاف گروه‌های مسلحه و حالا دیگه به نوعی حاکم جدید دمشق شده، میگه کسانی رو که در جنایت علیه مردم دست داشتن تحت تعقیب قرار میده. این ائتلاف از مردم خواسته تا کسانی رو که در میان نیروهای امنیتی و ارتش حکومت بشار اسد بودند و در کشتار مردم دست داشتند معرفی کنند و برای این هم پاداشی رو در نظر گرفته. جستجو در مخوف‌ترین زندان سوریه پایان یافته و تیم‌های نجات میگن هیچ بخش مخفی رو در این زندان پیدا نکردن، اما با این حال گمان میره که زندان‌های مخفی دیگری در مناطق دیگر سوریه وجود داشته باشند و نیروهای حاکم از مردم خواستند در شناسایی اونها به اونها کمک کنند. در ایران واکنش مقامات جمهوری اسلامی به سقوط بشار اسد در سوریه همچنان ادامه داره. حکومت ایران در دست کم در یک دهه گذشته ده‌ها میلیارد دلار از بودجه کشور را صرف بقای اسد و نفوذ خود در اون کشور کرد. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز گفت هزینه‌های حکومت ایران در سوریه با تصمیم حاکمیت و با توجه به منافع ملی بوده. او گفت رفتار حاکمان جدید سوریه با اسرائیل در ارتباط حکومت ایران با اونها مهم خواهد بود. مجلس جمهوری اسلامی هم امروز در خصوص تحولات سوریه یک جلسه غیر علنی تشکیل داد. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در این جلسه گفت و مطالبی رو بحث کرد و ادعا کرد که جمهوری اسلامی با سقوط بشار اسد تضعیف نشده و سرنگونی اسرائیل همچنان در دستور کاره. شماری از دیگر از مقامات جمهوری اسلامی هم ادعا کردند که سقوط بشار اسد تأثیری در گروه‌های شبه نظامی در منطقه نداشته و به گفته اونها محور مقاومت به قدرت به کار خودش ادامه میده. آریان، ممنونم از تو. سوران خاطری از اتاق خبر صدای آمریکا با ما.